به و خیلی سلام آقا، در راستای استوریایی که دیروز گذاشته بودیم در مورد این همین حالا پاپت و چه میگم فیجی تولز و این خودکار و این داستانا که یه سری حرکات تکراری هی میکنیم که یه ذره آرامش اینا بگیریم صحبت شد و یه سلسله استوری اومد، بعد بحث رسید به یه سری جاهای اصلا عجیب غریب. یعنی چی شد؟ طرف اول گفتش که آره منم از اینا دارم باش بازی میکنم، طرف دیگه گوش که نه من خودکارم تق 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 صدا میدم اینطوری میکنم، یکی دیگه گوش که من هی پامو تکون میدم، یکی دیگه گفتش که من ناخونای دستمو میخورم، یکی دیگه گفتش که من دور ناخونامو میکنم، یکی دیگه گفت من لبامو میکنم. بعد گفتیم آقا دیگه داره همینجوری بحث دیگه به کندن و پاره کردن این داستانا میرسه. یکی دیگه گفت من موامو میخورم، یه آقای گفت من ریشامو میکنم، یکی دیگه گفت من موامو میکنم. اصلا یه سری خیلی عجیب غریبی. یعنی این داره نشون میده که لول استرس و استراب بین همه ما، یعنی اصلا نه جامعه بیرون رو نگاه نکنه، فقط همین جامعه کوچیک صفحه خودمون رو نگاه بکنی، یعنی چقدر زیاده. اما نگاه کردم به این قضیه هم خیلی بوتو بودم یه گپی با هم بزنیم، چون طرف مثلا میگه که آقا این که طرف پاشو داره تکون میده و هی دستشو تکون میده این کارو هی تق 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 صدا میکنه واسه عصبی بازی ها چیه. ولی جالب اینه که ما اینو میتونیم یه نگاه بکنیم که این عصبی بازیه یا این یه مکانیزم بدن ماست برای رفع کردن چیزی. برای همین قضاوت کردن افراد اینجا یکی از اشتباه‌های رایجیه که مثل هزار اشتباه دیگه ما تو زندگی عادیمون می‌کنیم و افراد رو قضاوت می‌کنیم، لیبل می‌ذاریم و مهمتر از همه کار اونا رو بد می‌دونیم، کار خودمون رو درست می‌دونیم. جالب اینه که تمامی اینا از یه سایکل خیلی ساده میاد که استرس داریم، استرس تبدیل میشه به یه استرس دیگه، استرس و پشتش میشه استراب و این استراب و نگرانی میشه انزایدی های بلند مدت و یه بیماری رو تو ما میتونه به وجود بیاره. این چرخه استرس استراب و ما از یه جایی باید ببریم اگر میخوایم به مراحل بدتر نرسیم. ولی خیلی مهمه که بدونیم اول از همه وقتی استرس میگیریم چه کارهای ساده‌ای رو میتونیم بکنیم که استرسامون رو همونجوری سوپاپی تخلیه بکنیم که نذاریم به چرخه بعدی، یعنی همون چرخه استراب برسه. و دومی اگر استراب گرفتیم چه کارهای بلند مدتی میتونیم بکنیم که ریشه استرسمون رو خوش کنیم و استرابمون رو درمان بکنیم و کنترلش بکنیم. این دوتا چیزی که اغلب ما ازش غافل میشیم. ولی قبل از این دوتا چیز یه چیز مهمتر هست که برمیگرده به نقطه اولیه که دلیلای استرس ما چیه، چرا استرس به وجود میاد. خیلی دلیل میتونه داشته باشه، از اونجایی که ما اونایی که در کشور خودمون الان دارن زندگی میکنن، از اونجایی که کشور ما یه جایی که انقدر همه چی آرومه، ما اصلا صبح به صبح یه سری آدمای خوشحال قهقه زنان از خونه میایم بیرون، اصلا چک میکنیم که ببینیم اوضاع اقتصادی چیه، همه چی که گل و بلبل، اصلا نه خرابی داریم نه مشکلی داریم و و و برای مثلا کفر نعمت اگه ما بگیم استرس داریم در اون مملکت. ولی حالا کاری نداریم، در مملکت‌های دیگه که مشکلات دارن اونا همه میتونه از خیلی چیزا باشه، مشکلات اقتصادی میتونه باشه، مشکلات روابط زن و شوهر میتونه باشه، مشکلات روابط دوست و دوست دختری، اختلاف با خانواده با پدر مادر، از دست دادن کسی باشه، از دست دادن عزیزی باشه و خیلی چیزای دیگه که میتونه درگیر بکنه ما رو. یعنی از بچه‌ای که دانشجوه درس میخواد به خونه و تکلیفش رو انجام نداده این بچه میتونه استرس داشته باشه، تا دانشجو تا زمانی که میخوای کنکور بدی تعیین رشته بکنی اصلا دانشجو بشی بعد میخوای بری یه شهر دیگه تعیین رشته بکنی یا بمونی و این داستانا، کسی که مهاجرت کرده و همینجوری بیا تا سنین بالاتر کسی که بچه دار شده و خانواده داره این داستانا، هممون یه طور استرس داریم، یه ماهایی از یه ماهای بیشتر، یه روزایی از یه روزای بیشتر. خود من میدونید چند وقت گذشته خیلی استرس و استراب داشتم و دارم و همین جوری هم هی بیشتر و بیشتر میشه. اما این پس الکیه که ما بگیم همه چی عالیه و ما هیچ مشکلی نداریم. پس ما اول باید برگردیم تو خودمون ببینیم دلیل اون استرس ها چیه. ولی مهمتر از همه وقتی استرس اتفاق میفته چه کارهایی میتونیم براش بکنیم. مثلا دلیلی که من این حرکات ساده رو دیروز چیز داشتم صحبت میکردم به خاطر چی بود؟ نشون داده حرکات تکراری که شما انجام میدی مثلا با دستت، این حرکات هم ذهن شما رو در لحظه از یک درگیری که داری پرت میکنه و مهمتر از همه انرژی که اون کارا میگیره و انرژی که اون استرس میگیره و انجام و تموم شدن اون کارا میگیره رو میتونه که اگه منفی باشه و خودخوری بکنی به صورت خیلی راحت تر مثل سوپاپ تخلیه بکنه با یه حرکت تکراری. این مثلا یه مکانیزمی بود که ما درجوش حرف زدیم.
حالا خیلی ها متاسفانه اینو میتونن به یه سری کارهای دیگه ببرن. کسی که ابروش اینجوری بازی میکنه میکنه، سیبیلشو میکنه، دستشو میخوره، لباشو میکنه. همینجوری میتونی ببینی حرکات تکراری که بدن تو انجام میده به عنوان سوپاپ تخلیه، ولی گاهن میتونه سالم باشه یا ناسالم. دلیلی که بدن ما این کار رو انجام میده چرا هست؟ به خاطر اینکه شما فرض کن بدنت یه عفونتی گرفته. وقتی بدنت رو یه عفونتی میگیره، راه اولیه که بتونی تو عفونت رو از بین ببری اینه که بدن شما اصطلاحاً تب میکنه. یعنی دمای بدن ترشی هست، استانداردش میره یه سر بالاتر و میگه آقا دما رو بکشیم بالا. بدن داغ میکنه تا به اون استاندارد اولیه دمای بالا برسه. و وقتی داغتر میشه، این یه مکانیزم خیلی ساده بدون دارویی که بدن ما میزنه که بتونه اون ارگانیسم هایی که اومدن توی بدن ما رو از بین ببره و بکشه توی دمای بالاتر. حالا گاهن کار میکنه یا گاهن کار نمیکنه و شما مجبورشی دارو اینا مصرف بکنی. استرس هم وقتی به وجود میاد، بدن تو باید یه جوری استرسش رو نشون بده که بگه حاجی خرابی ها، استرس داری، یه کاری بکن. شما یه وقتایی میبینی کسایی که دارن استرسشون تبدیل به انزایدی و انزایدی اتک میشه چه علائمی دارن؟ عرق سرد میکنن، تپش قلب میگیرن، تنگی نفس میگیرن، عضلاتشون میگیره، دست و پاشون میگیره، از خواب میپرن، کمبود خواب پیدا میکنن، نمیتونن راحت بخوابن، اشتهاشون از دست میدن، بیمیل میشن، حرکات اضافه میکنن، بدنشون خیلی تکون میدن. اینا همه اعلامیه به بدن ما که ببین حواست باشه یه خبری هست توت. چون انزایدی و استرس ما چیزی نیست که بتونه مثلا صدا داشته باشه یا مثل فشار خون خودشو نشون بده. برای همین یه جور دیگه در یک قالب دیگه خودشو میتونه به شما نشون بده. اما ما چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ حالا شما میتونی یه سری کارهای پرتکرار مثلا ساده وقتی سر کار نشستی و انجام بدی. میتونی مثلا اگر سر کارت صداها و اطرافیانت اذیت میکنه، یک هدفونی رو گوشت بذاری و یک موزیک آرومی گوش بدی. بعضیا اصلا کلا دوست دارن با یکی مکالمه ای داشته باشن، با یکی حرف بزنن، آدیو بوک گوش بدن، وسط کار بریک ها و زمانه استراحت 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای بگیرن، بین کار مثلا از اینجا تا مثلا آبدارخونه، از اینجا تا نارخویی رو مثلا دو سه بار پیاده روی بکنن، یه دقیقه برن توی پایین توی خیابون قدم بزنن، برن یک چای یا یه قهوه از یه جا بگیرن بخورن، با همکارشون هم صحبت بشن. اینا همه میشه یه کاری که شما سر کار انجام میدی. حالا بعد از کار که میای خونه، اغلب ما چیکار میکنیم؟ زرت میریم تلفنمون رو برمیداریم، میخوایم بریم توی اینستا، زمانهای به بتالتمون رو توی اینستا میگذرونیم، یا زمان ناهارمون که سر کارمون هستیم توی اینستا و اینا میگذرونیم، پای تلفن به جنگ و دعواها میگذرونیم. مثلا صبح از خونه اومده بیرون با همسرمون دعوا کردیم، ظهر هم ادامه همون دعوا رو، یه استراحت دادیم دوباره شروع میکنیم. زمانی برای خودمون یا کاری که علاقه داریم بکنیم که آرامش بهمون بده 100% انجام نمیدیم. یعنی میایم خونه میگیم یه چای بخور، دوباره حمله، دوباره بشین سر دست، دوباره برو فلان کار رو بکن. پس چی شد؟ ما از خودمون وقتی غافلیم، از آسمون قرار نیست برام اتفاقی بیفته. در صورتی که مثلا تغییری که من خودم دادم این بود که زمانهای نهار من همیشه استوری ها رو میگرفتم یا پست درست میکردم واسه اینستا، اما دیدم وقتی زمانی که بخوام بزنم تو اینستا ببینم برم چه خبره، زمانی که بخوام بزنم پست درست بودم تو نیم ساعت نهاری که میتونم داشته باشم، یا زمانی که بخوام پای تلفن باشم یا کاری انجام بدم، چقدر از انرژی من رو میتونه بگیره در استرس کاری و در استرس زمانی و زندگی که الان دارم. پس در نتیجه اون نیم ساعتم از خودم محروم شدم. ولی به جای اون، اگر من الان کاری که انجام دادم، نه اینستا رو باز میکنم، نه با کسی تلفنی صحبت میکنم و اون نیم ساعت نهارم رو سعی میکنم برای خودم برم مثلا یک سریالی که دوست دارم ببینم. مثلا یه سریال فکر کنم الان همگناه ها من شروع کردم مثلا دارم میبینم، هرچنگ اون خودش یه استرس داره، این عشق به اون عشق میرسه یا نمیرسه، ولی استرسی که اون عشق به اون عشق نمیرسه برابری با این نمیکنه که من بخوام بیام الان خسته کنم، جنگ و دعوا تو اینستا بکنم، جنگ و دعوا پای تلفن بکنم، با فلانی فلانی حرف بزنم و یا کار بکنم همزمان برای وقت نهارم. پس در نتیجه یک زمانی رو به خودم تعلق میدم. وقتی هم میرم خونه، اولین کاری که میکنیم هممون میگم چای میخوریم، میپریم تو اینستا، چای میخوریم، میریم با تلفنی حرف میزنیم، چای میخوریم، خرید میکنیم، یک زمان استراحت نمیدیم، یک زمان ورزش نیم ساعته یه ربعه، یه زمان پیاده روی بدون تلفن به خودمون نمیدیم. آقا خبرای منفی و خبرای بد اینستا هیچ جا نمیره. خبرای بد خبرگزاری تلویزیون‌های خارجی، چه میدونم ایران اینترنشنال، مناتو، تلویزیون‌های ایران، اینا هیچ جا نمیره، همه هست. یعنی خدا رو شکر همشون هم باز پخش داره. برگرد ببین نیم ساعت وقتی 8-9 ساعت کار کردی، 10 ساعت کار کردی، نیم ساعت برای خودت باش.
کاری رو بکن که دل خودت میخواد. فرقی نداره بچه جوونی، نوجوونی، یا تازه ازدواج کردی، یا 10 سال ازدواج کردی، یا بچه داری. نیم ساعت روزتو برای خودت بذار. سعی کن اون استرسا رو با یه سوپاپی که خودت میدونی روت کار میکنه ولی سالمه، تخلیه کن که به اون چرخه استراب نرسی. اگر دورجون به استراب رسیدی، حالا مهمترین چیزش اینه باز باید برگردی ببینی چه استرس هایی باعث این استرابت شد، ریشه رو درست بکنی. هر چقدر ما آنتیبیوتیک بخوریم، هر چقدر ما دارو بخوریم برای اینکه یک عفونت رو از بین ببریم، وقتی عفونتی میدونیم جایی در بدن هست که میشه مثلا با یک پرسیجر ساده درست بشه، یا مثلا فکر کن تو یک دندون خرابی داری، هی مسکن بخوری اونو آروم بکنی، ولی اون دندون خراب رو درست نکنی، ریشه مشکلاتت هست. اول ریشه رو درست کن، یا به ریشه فکر کن. در کنارش برای استراب ها و این انزایدی ها اگر اون کارهای ساده مثل یوگا رفتن، مدیتیشن کردن و این چیزایی که خودت دوست داری جواب نمیده، هم صحبت شدن حالا با مشاور میتونی امتحان بکنی. و اینم من خودم بگم، اعترافی که من خودم میکنم، من هم مشاور رفتم، مشاورهای زیادی هم رفتم، از مشاور بعد هم خیلی خوردم، همچنان هم دارم صدمه میبینم ازش. برای همین این خیلی 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 مهمه که اگر چیزی کار نمیکنه یا با اون سیستم حال نمیکنی، سیستمتون عوض بکنید. من خودم به یه فتیگ یا خستگی رسیدم که آقا آدم با چند تا مشاور صحبت بکنه و وقتی کار نمیکنه باید دوباره چیکار بکنی؟ دوباره با یه مشاور دیگه، دوباره از روزای اول بچگی بگی، دوباره از مشکلاتت بگی. ولی یه وقتایی تنها کاری که میتونی بکنی اینه، چون هم صحبت شدن با خاله، دایی، مامان، عمه و اینا تا یه جایی جوابه، ولی یه جاهایی تمام نگاه ها و تمام نظرهای اونا جهت داره، به خاطر علاقه و به خاطر نظرهایی که نسبت به فامیل بودن یا رابطه خونی با تو دارن هستش. برای همین نمیتونن به تو نظر بی‌طرف بدن. رفیقت هم همینطور. ما رفیقی نمیتونیم داشته باشیم و رفیقی نداریم و چیزی به نام رفاقتی وجود نداره که خالصانه به خاطر تو باشه. در هر رفاقتی هم که نگاه بکنی، طرف نمیتونه 100% برای تو باشه، چون تو نیستی. پس خیلی مهمه که ما اگه مشاور حرفه‌ای بگیریم و اگه لازم باشه مثلا به خاطر انزایدی، به خاطر استرس، به خاطر دیپرشن و اینها، ما قرص‌ها و داروهایی رو دکترها بهمون میگن که شروع بکنیم از طریق روانپزشک. ولی خیلی مهمه، خیلی ترس از این داروها دارن و من این نکته رو بارها تکرار میکنم، این داروها برای تنظیم کردن سرتونین مغز شما یه وقتایی به شما توصیه میشن، بعد از یه مدت سرتونین مغز شما و اون نوروترانسمیترها وقتی به یه بالانس خاصی برسه، حال شما اصطلاحا خوبه. این داروها حتما نباید دائمی باشه برای تمام عمرتون، میتونه موقتی باشه. اما یادمون نره این داروها رو که شروع میکنیم مثل مسکن نیست که دائم سریعا بیاد درپوشی بذاره رو درد شما و شما خوب بشین. نه، تا یکی دو هفته اول یواش یواش اشتهای شما برمیگره، بعد یواش یواش خواب شما خوب میشه، 3-4 هفته اول تمامی داره به اینا میگذره و بعد از تقریبا 4-5 هفته به بعده که مود شما و اون حالت استرسای شما اینا دیگه بهتر میشه. پس تنها چه یه بازه 5-6 هفته ما همیشه به مریضا میدیم تا این داروها بتونه تاثیر اصلیشو بذاره و بعد از اون زیر نظر دکتره که چه مدتی مصرف بکنن و چه جوری آروم آروم اونو بذارن کنار. سرخود شروع کردن و سرخود قطع کردنش نه تنها کمک نمیکنه، بلکه به شما صدمه میزنه. پس ترسی نداشته باشیم، اگر خدایی نکرده به اونجایی رسیدیم که بهمون پیشنهاد شد، مجبوریم استفاده بکنیم برای مدت کوتاه و راحت‌تر میتونیم بذاریمش کنار. ولی تا ریشه رو درست نکنیم، همچنان تو همون چرخه هستیم. اینی که دارم میگم خیلی ساده است واسه حرف زدنش، خود من هم همچنان دنبالمون ریشه مشکلاتم هستم و همچنان پیدا نکردم خیلیاشو و همچنان درجا میزنم. اما حداقل خیلی خوبه که صبح صبح بهش فکر بکنیم و حواسمون باشه از استرس به استراب نرسیم، و اگه به استراب رسیدیم چیکار بکنیم. اینم گفتم بگم در اصل استوری های دیروز، چون خیلی خیلی دیدم هممون مثل منم خرابه. تو قلب منی دم همتون چی؟ ببین خیلی گرم.